سلام به همه عزیزانی که لطف میکنن کانال آموزش آشپزی امریکتی رو حمایت میکنن و دنبال میکنن. امروز براتون آموزش یک دمی فوق العاده خوشمزه رو دارم که به عنوان یک غذای زمستانی هم میشه از اون نام برد و اون چیزی نیست جز دمی اسپانیش پلو با مرغ. فوق العاده غذای خوشمزه دیه. همونطور که میدونین اسپانیش خیلی خاصیت داره و خاصیتی که داره برای کسایی که احیانا خود نکرده سم بخوردن میتونن از اسپانیش رو جایگزین کنن تو وعده غذایشون، چون که خاصیت ضد ویروسی داره. وقتتون نمیگیرم، بریم بعد از معرفی مواد اولیه کار آموزش امروز رو با هم دیگه شروع کنیم. قبل از اینکه مواد اولیه رو معرفی کنم و کار آموزش امروز رو با هم دیگه شروع کنیم، همونطور که شما عزیزانم میدونید اسپانیش داره ارزش غذایی بالاییه و سرشار از آهنه. به همین دلیل وقتی که کنار برنج و مرغ درست میشه ارزش غذا خیلی بیشتر میشه. سعی کنید پس بکنید اسپانیش تازه تو بازار موجوده حتما اسپانیش تازه تهیه کنید و چند نوع غذا با اسپانیش درست کنید. خب این دمی اسپانیجمون امروز با مرغ زعفرانی میخوام درست کنم. پس مرغ بستگی به تعداد نفرات داره که من بارها حین آموزش دیدین غذاهایی که با مرغه، من ابتدا مرغ رو داخل یه قابلمه میریزم، روش آب میگیرم تا روی مرغ آب بیه، روی حرارت میذارم نهایت تا 5 تا 8 دقیقه. بعد از که کاملا کف روی مرغ قرار گرفت میرم مرغ رو میشورم مجددا توی یه آبکش میذارم تا آب اضافهش کشیده شه. به سه دلیل این کارو میکنم. یک، هورمونی که داخل مرغ بسیار زیاد ازش خارج میشه، بوی زهم مرغ خوب گرفته میشه، گذشته تا اون کف مرغ هم ازش کاملا خارج میشه. پیاز عدد متوسط 2 حبه سیر. ببینید اسپانیش که من اسپانیش تازه رو گرفتم، پاک کردم، شستم و خرد کردم. البته برای این دمی اسپانیش اسپانیجمون باید دوستر از نفر بشه. برنج 2 پیمونه، کره به میزان لازم، نمک به میزان لازم، زردچوبه 1 قاشق مربا خوری، فلفل تندی این غذا بستگی به خودتون داره ولی اگه یه ذره تند باشه خوشمزه تر میشه، 1 قاشق چای خوری، پودر کاری 1 قاشق چای خوری، زعفران غلیظ دم شده به میزان لازم و زنجبیل هم برای مرغ میخوام. بارها دیدیم من مرغ درست میکنم، زنجبیل حتما داخل غذایی که مرغ داره میریزم. به چه دلیل؟ زنجبیل خیلی زیاد بوی زخم مرغ میگیره. پس اول مرحله میرم مرغ رو درست کنم، چون اگر بخوام از الان شروع کنم دمی اسپانیج رو درست کنم خیلی تدید میشه. نرمال 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت زمان میبره تا مرغمون آماده شه. بعد از اینکه پیاز ها تقریبا رنگ دادن و کمی سبک شدن، نمک، زردچوبه اضافه میکنم. حالا مرغارم دونه دونه میچینم و میذارم کاملا یه طرفش که کاملا سرخ شد برمیگردم سمت دیگه هم سرخ بشه و پودر زنجبیل. پس زمان میدم، فرصت میدم تا یه طرف مرغا سرخ بشه، برمیگردم سمت دیگه تمام اطراف مرغا کاملا سرخ بشه. در قابلمه یا مرتبه یه بر بزنید. بعد از که تمام اطراف مرغ قشنگ سرخ شد، زعفران غلیظ دم شده می‌ریزیم. هر چقدر زعفران بیشتر مرغا خوشمزه تر. در نهایت 1 لیوان آب می‌ریزم و می‌ذارم کاملا مرغا بپزه. زمانی که مرغا تقریبا نیم پز شد، اون زمان شروع میکنم دمی پلومون رو درست میکنم. تقریبا مرغ داره آماده میشه، توی فاصله من میام اسفناج و برنج رو میذارم حاضر شه. اسفناجی که تقریبا درست خوب شده رو من به این شکل ریزترش میکنم و داخل یا قابلمه میریزم و میذارم تا آب اضافه اسفناج کشیده شه. فقط آبش کشیده شه، نمیخوایم تف بخوره. میدونیم که به طور کل خاصیت اسپانیش طوری که اول وقتی داخل قابلمه میریزیم حجمش زیاده، بعد حجمش کم میشه. اگه احیانا خورد کردیم به نظرتون اومد اسپانیشتون زیاده، اشتباه نکنید. وقتی بره رو حرارت میبینید که چیزی از 300 گرم اسپانیش باقی نمونه، یعنی 300 گرم اسپانیشمون برای اون 2 پیمونه برنجمون کافیه. پس کاملا اسپانیش رو ریز میکنم. 2 حبه سیر داشتیم، سیرارم کاملا ریز خورد میکنم. برمیگردم برای آموزش بقیه مراحل امروزمون.
بعد از اینکه اسپانجا رو خورد کردم و ریز شدن داخل یه قابلمه میریزم، با حرارت متوسط میزم تا کاملا آب اسپانجا کشیده بشه. نیازی نیست اسپانجا تف بخوره، در همین حد که آبشون کشیده شه کافیه. دو حبه سیر داشتیم، دو حبه سیرم من کاملا ریز خورد کردم. البته اون دو حبه سیر قابل حذف کاملا سلیقه. کمی فلفل، نمک و در این حد کافیه. دیدین چقدر مقدار اسپانج زیاد بود؟ بعد از که میره رو حرارت چیز زیادی ازش باقی نمیمونه. کتر رو گذاشتم که آماده بشه. ببینیم مرغمونم دیگه آماده است با اون غلظتی که میخواییم رسیده. سسشم مقدارش کافیه. فوق العاده مرغ خوشاب و رنگی شده. خب فرصت میدم تا تقریبا آب برنج کشیده شه. اگر شما احیانا بخواین اینو به صورت آب کش درست کنی، باید بعد از اینکه آب کش کردی اسفناج رو لا بلای برنج بریزی. ولی من چون میخوام ویتامینای برنج داخلش بونه و همینطور اسفناج، امروز به حالت دمی درست کردم. خب فعلا زوده بخوام اسفناج رو بریزم. میذارم تا کم دیگه آبش کشیده شه، بعد اسفناج رو هم داخل برنجمون میریزم. آب برنج داشت کاملا کشیده میشد، اسفناجانم قاطی کردم. آهسته با بقیه برنج مخلوط میکنم برای اینکه برنجمون خمیر نشه. ببینی همون مقدار 300 گرم اسفناج برای دو پیمونه برنج کافیه. اگر مقدار پیمونه برنجتون اضافه شد، در همون حسبم اسفناجا رو اضافه کنید. حالا روغن و کره رو میریزم. برنجا رو از بغل جمع میکنم وسط که به دیوارای قابلمه نچسبه. دم کنید. سر رو به دیگه غذای ما آماده است. اینم از آخرین مرحله دمی اسفناج امروزمون. کاملا آب برنج کشیده شده، روغنشم ریختم. میتونی برای خوش عطر و خوش طعم شدنش کمی هم کره بریزی. در قابلمه دم کنی. کاملا دم کنی روی قابلمه میذارم تا هیچ از اطرافش هیچ بخاری خارج نشه. زیر حرارت کم. یه تایم سرابه میخواد تا کاملا کتمون و یا همون دمی اسفناجمون آماده بشه. با هم دیگه یه غذای خوشمزه درست کردیم، دمی اسفناج پلو با مرغ. دیدین چقدر ساده آسون بود؟ فوق العاده غذای لذیذه. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. این غذای خوشمزه رو درست کنی و کنار ازتون میل کنی. لطف کنید کانال آموزش آشپزی امیکتی هم اشتراک گذاری کنید. تا یه آموزش بعد همگی رو به خود بزرگ میسپارم. خدا نگهدارید.